Ora, kam më dashur. A ka qenë kam e sabër kon? A ka bovar jam në mjojat, moro zeri fishor kharor do dan. Jak më kshyt këne me të monen berun baroje. Dar hakikat, zeri fishor i kalone kharor dore. Agar dar mudati jak afta bëkhori gjë gurek të tavonim, khup. Vagar na, moro dar jak hamla dastgiri me kurand. Misli zan hodod o faryod nazan. Hamash ay bitu shud mas'ud. Odam bar in natarkondi. Akaman az kujum edonam okhir. Kame der shud, lekin dar okhir kafid ku. Kafid amo be vaqt. Dar zaboni turki in ro digar khel miguyan. Ba har hol don istim ki polis az pay mast. Pikas poshad kay kho az moruy gardonde ast. Hala bar zidimo chi naqsh okhish das khoda midonad. در خونه جرغود نیست که. جرغود نباشد من در حیاتم شوربا خورده نمیتوانم. همه چی سرچوی دارد. آقای فروخ حتی میترسم که به حاجت خونه روم. سرم رو از خونه برورده نمیتوانم. آنهایی را که دیروز پدر میگفتیم امروز در ترددی فروختنی مایند. مرزگاو که مور شد گارم تمام. همین خیل است. از امروز پس کاری خودمان را مخصوص خودمان میکنیم. گرسل، تو گرد و اطراف را تفتیش کرده بین. اطاعت آقای فروخ. آنا، سید شکاری پیدا شد. خودی سید کجا باشد؟ اینش بوس چی؟ چو هست؟ حالا باشد سه بر یک با یکی دیگر فرصت نمیدیم قمار بازیت رامون تو دویم بای میدهی شرط میکنیم؟ سر هر یک آدم 100 یورو میدهم یکید مراد 300 یورو میگیرم روزیم تو چیستی؟ چی؟ ترسیدی مگر؟ بسیار ترسیدم در را میگویم کیست در آنجا؟ بیرون بر را بر را میگویم بر را چیگم شد؟ که این گرسل است کسی او را پرانده است با فکرت کی است؟ کی شده میتواند؟ آی من میروم که ای پا کجا؟ جان داده استاد است یک بر بین همی خیل میستم هرگز نبرا برای برامدنی ما چاک کندند که آخر مرده استاد است خری مرده از گرگ نمیترسد مان مردن گیرد گرسلکا گرسلکا مرگ فروخ یک دور زمانی معین رو پسی سر میکند بکمین واهی ما میکنی از زنده بودنش فایده نبود مرگش هم همین خیر یکید مراد کاری دیگر یک عصر تمام میشود و عصر دیگر سر میشود
آکا، من اینجا مثل گوسفندان قربان انتظار نمیشوم. با عقیده ما راست نمیآید. من او را رفته پاره پاره میکنم. چون نمیروی مسعود، دیوانگی نکن. آنها بر آمدنی تو را منتظرند، نه برا. مرا نذارد. با میدان برا. برا. خیلی آسان مرده رفت. ایست ببینیم لغمه کلان حالا با کی مونده است. فاروق نجات یابد 300 یورو میگیری. آخرین را بدهم. آخرین امکانیت برای با شبکانه بردن. مثل لاش خور زندگی کرده. بتوانی مثل آدم ببیری فرو. فاروق میگریزد. زودتر از خفایا شویم. صحنه هیجان را از دست ندهیم. رفتیم. اکنون حرام میموری. یک ماه شد که من شب و روز آرزوی این لحظه را میکردم فراخ. چنان میکنم که نمرده میشوی فرق. وقتی که به خود میایی که بودنی مرا فراموش میکنی، بزان زاره میکنی که یکیت را پیش من بیاره. البته اگر زنده بمانی
اگر جانت جانت سختی کند زنده بمانی. انا دیدی باز بای دادی کنی بیار صد یورو رو. لیکن فاروق حالا هم زنده است. فرقش چی؟ او باز 15 دقیقه دیگر طاقت میکند و خلاص. از جانی نبر آمده امید کنده نمیشود. من آقای فاروق رو خوب میدانم، در نهایت کار حتما میگریزد. او برزگاو نه بلکه مار است. خوب انتظار میشویم کمی بعد برزگاو یا اینکه مار بودنش رو میبینیم. فشنگ رو زیر کن. اکنون بین هر دویمان فرق نیست. تو هم مثل من قاتلی. فشنگ را زیر کن. اما یک فرق است. در دست من تفنگچه است، اما تو باشه در روبروی مرگ استاده ای. مسئله تپانچه نه، مسئله در تناب است. تا حال نفهمیدی دستمه در دستت یا این که در گردنت؟ فراخ مرا به خودت برابر نکن. خودت نغز میدانی که تسمه برای سکها می باشد، برای گرگ تسمه لازم نیست. فرخ فرقش نه، تو را هم مثل روی مالچه بینی استفاده برده پسان می پرتایند. فشنگ را زر کن، زر کن. صبر کن میبینم. آمدیم که این شخص رو دستگیر کنیم. مرداش رو میگیرید دشواری نمیشود. با ما زنده اش لازم. ما با او کار داریم نه با تو. من کارم رو تمام کنم، پس با من چی کاری که کنید اختیارتان. حالا کارها آمیخته شدند. این ثابت است. ثابتش کی؟ از سراخی که پنهان شده بودند بر آمدند. با من فهمون ثابتش کیست؟ سلاحات را پردو، با تو ضرر نمی رسانیم. این آدم را رها کن. باور کن من نمی خواهم که غیر از من کسی دیگر را کشد. تو چاره دیگر نداری، او را به حالش گذار، بهترش از اینجا رو. یک چیز را پرسم، عجبا تو با کی تکیه می کنی؟ با هیچ کس. یعنی چی خیلی؟ ما هیچ کسی نیستیم. آفرین، عقل رسا داری. تنها این آدم رو میخواهیم. مردش رو میگیرید. سگ مردار گوش کن فراخ، دیدی که تنابت در دستی کی است و چه ارزش دارد؟ در دستی من میشد بدار میکشیدم، اما با مثل سکا اکازانیت را دوام میدی، همینطور نه فراخ؟ فراخ جدایی ما طول نمیکشد، مرا انتظار شو. برو گیره. خیز عجبا اینها انسان جنسان از کجا بر آمدند؟ فاروق رو بردند. بیا تعقیب کنیم، با پیکاس خبر میدهیم گروه میفرستد. فایده نمیکند،
اینها سه چهار بیکار خوجه قدی کوچه نیستند. فهمیدم، اما کیستند؟ اول پولم رو گیرم. فاروق نجات یافت. ای قمار بازیت رو مون، تو با من بگو که این آدم ها کیستند. کو پول رو بینم. اناکنون بگوی. همهش رو میفهمونم، اما اول پیکاس رو یافتن در کار، چون که این مسئله مهم است. تو ما رو دیوانه میکنی. سردار این چی حادثه است؟ یک لحظه سردار جواب ده. سردار رفیقان دیدید که آنجا آمدیم؟ همه شو دیده می برویم. سرکمیسر اقلا شما گپ زنید؟ رفیقان نگران نباشید، یکان خبری شود حتما به شما می گویم. مانده نباشه، نیازی یکان خبر است؟ سردار کارگران یافت شده. کی آنها را به اینجا چگونه آورده است یکان کس نمی داند. فقط این نویشتجات در گردن یک جسد آویزان بود. مرحمت. این دو حرامی دو ماه قبل در قبرستان بمب گذاشته بودند. سیومشان فاروق است که به نزدیکی از اینجا یافت می شود. انسان چه خیلی که بزیاد اما خیلی می میرد. لاشخور در قبرستانی در قطعی اخلاط گرانده می شود. تو از کجا در اینجا پیدا شده؟ با تو چی شده است؟ من با تو گپ زدم. چی واقعه سردارم؟ کسی باز با نقشه های غلیظش خود را قهرمان کرده است. با گفته فاروق و باز دو نفر دیگر بمب را در قبرستان گذاشته بودند. خیلی با منطق. یک ماه شد که از فاروق نام و نشانی نیست. گفتید که گریخته است اما در اینجا پنهان بوده است. سردارم اجازه دهید من نشانی خدمتی خود را برافق رانو توپال هدیه کنم. اجازه دهید که من برافق ممدوک فهمونم که جدی شوند. دیگه در کجاست رانو میدونی؟ ممکن که وجدانت کمی آرام شود. به این یک بینگر دیگ شدم. کاش شما او را یافته به عدلیت تسلیمش میکردید، عجایب میشود. یک چند سال در محبس خواب میکرد و باز میبراوردن ایران. در نویشتجات آمده است که فاروق را همه یابم. شاید شخصی که این نویشتجات را مانده از کجا بودن فاروق را همه داند. همین خیلی؟ نه به فکرم. اگر می دانید که ها او را کشته استخوانش را با شما روان می کرد. سردارم صبر کنید، به نزدیکی هم فاروق را و هم آن شخص را می یابیم. شاید در آینده نزدیک. شاید،
اما مصلحت من به شما این که زودتر فاروق رو یابید، دیگر چون این رفیق پیدا نمیکنید که شما رو با یاری تجلیل به بیمارخانه برد. قطی پرتو میگویی نجیب هم اونجا؟ بله، آقای نجیب هم اونجا بودند. شخصی در بالای جسد مسعود و گرسیل نوشتجات مونده است. آیا انیق بمب را آنها گذاشتند؟ نمیدونم، اما در نوشتجات همین خیلی بود. آروم باش. پسرم با کاری امک یک طبیب خلال نرسون. حاضر، تمام، یک لحظه دیگر. آیشتا درد نکند آخی. اوف، بینید بهونه کنی رو، گویا که دلش رو جراحی میکنن. این بچه از نیرنگ بازی هیچ نموند. آنا تمام. کنی بس کن نیرنگ بازیت رو. چه خیلی نیرنگ درد نکند آخی. آنا بین تمام شد. کنی انگوشتایت رو جنبون؟ آنا تمام. بین چه خیلی خوب شد. اول فاروق رو میابیم، بعد پیروانی او رو فراموش نکن. قاتل همیشه قاتل است. بشکان، کی بودنی قاتل را تو با من میفهمانی؟ تو از یکان چیز خبردار نیستی. میدان را که خالی دیدی هر چیز گفتن میگیری. خلق اول از دست قاتلان ضرر دیدند، بعد از دست دوبرین ها. اول از فاروق بر این انسان ها سر میکند، بعد خود را قهرمانی وطن میحسابد. بعد هم باشد این کار تا به جای میرسد که با ماشین های طلبه کشی هم بمب میگذارد. رفیقان، وزن شوید. در قبرستان هستیم. شخصان زنده را حرمت نکنید، اقلا مرده ها را حرمت کنید. خدایا، این را یک بار خر بر این لطو کوب کنم برایم کفایه است. با عقل نمی شود، می دانم، لیکن کمی هم باشد دلم آرام می شود. ثابت و آدم هایشان را دیدی؟ پس معلوم شد که باز پیدا شدند. تو باوری داری که آن ثابت بود؟ خود دی خودش. برای چی اینقدر اندیشه میکنی تو حال نمی فهمم. این آدم ها دشمنند. دشمن هم باشند با ما چیکار کرده میتوانند؟ ثابت پیدا شده باشد، اکنون به پنهان شدن احتیاج ندارند. فرخ را از دستمون کشیده گرفتند. این اشاره آن را نشان میدهد که ما را به جنگ دعوت میکنند. چنان گپ میزنید که گویی آنها از ما دیده با قوت تر باشند. در آینده نزدیک جنگ سر میشود، پس میبینیم که کی با قوت است. لیکن دستگیر شدن فرخ از طرف آنها خوب نشد. علیه ما او را مجبور میکنند که سخن گوید. اون طرف کی باشد؟ ملیکه با من بیا. او را گرفته آمدیم. حالا باشد سوال و جواب بگیریم. کنی زود زود را گرد. فهمیدم. مرا آزاد کنید. از من چی میخواید؟ خاموش. آزادم کنید. شین اینجا. دمت را گیر. شین. هرچی که میدونی گابزم. با خدا من خیلی کم میدونم. چه خیلی که میبینید یک انسانی عادی هم. بس کن نایران خواهد را. گوش کن، در این حجت تمامی کارهای کرده اد از روزی تولدت تا دیروز پلاو خوردنت وجود دارد. ما را خسته نکرده به خوبی گپ زن. مایلش، شما از من چی میخواهید؟ چی مسئله؟ چی حادثه؟ اگر یکون معلوماتی هم مکافاتی من چیست؟ جانی تو برای زنده ماندنت کفالت میدیم. چی معلومات؟ معلومات آیدی هفگانه و عملیات هایی که انجام داده اید. ما نه تنها جانت را خلاص میکنیم، با تو یک حیاتی آسوده هم تأمین میکنیم. مقصدمون تو را کشتن یا که شکنجه کردن نیست. البته چیزی را که ما میخواییم همش را کشاد و روشن بگوییم. اگر نگویم به زوری میسیتانید. همی خیلی نه؟ بلبل را در قفس تیلایی گذارند هم وطنش را میخواهد. مثل بلبل خانم به جای میخواستگیم میتوانم روم؟ البته. اوه، بسیار خوب.
چند روز شد که از گلویم یک لقمه هم نگذشته است. بسیار خوب. بچه ها حاضر برایت خوراک میارند. بیارند. بیارند. سردارم، پیکاس و آتین آمدند. مرحمت، بیایند. خوب شده است. مرحمت، دروید. دختر زیبای همون رو هم آوردی؟ آتین را میشناسید آلی جناب؟ البته که میشناسم. اسد به من گفت که فوراً با خوردن میخواهند. امروز یک کار امکان پذیر با وقوع آمد. باوری دارم که دانستن می خواهید. چی بوده است؟ ثابت پیدا شده است. در کجا؟ چی خیر؟ فرخ را به یگیت سپاریده بودیم. قرار دادم که این کار را یگیت انجام دهد. در اثنای کشتن بود که ثابت با آدم هایش آمده فرخ را نجات دادند. با او یگون کار نگرفتند. حالا فرخ در دست آن هاست؟ یا این که یگید؟ با یگید هیچ چیز نگفتند. خب معلوم که از یگید بی خبر می باشند. نباشد او را هم می بردند. پیکه از اما را تیار کردن در کار. به نزدیکی حادثه بزرگ سر می زند. یگون درخواست باشد در خدمتم. مسئله یگید با فکرم که اینقدر زحمت کشیدن برباد می رود. با خوبی همه ی گبرو با او فهمان. چکل همه ی گبرو؟ همه ی گبر آخر، بابایش، پدرش، خودش، همه این حکایه ها را نفهمیدم. اکنون به راه می رویم که بازگش ندارد. دشمن هایمون از تک زمین برآمدن را قرار دادند. ما آدمان اساسیمون را در بین آنها می پرتویم. همه ی گبر را بگید فهمان. او باشد انتخابش را کند. اطاعت سردارم. دادستانی که به سود عالی حمله کرد آدمی ما بود. بچه هایی که به بینای روزنامه بمب پرتافته و بعدن تکبیر گفته بودند از آن ما بودند. جنایتی که علیه راهیب در ترابزون شد. حادثه پرچمی که در میرسین سوزاندند. جنایت روزنامه نگاری ارمنی که در استانبول به وقوع یافت. جنایت میسیونری که در ملاتیا گلویش بریده شد. و راهیبی که در ازمیر به او حمله کردند. همش را آدم های ما تشکیل کرده بودند. مقصد این جنایت ها چی بود؟ در هر گوشه و کنار کوچه ها که ناآرامی پیدا شد، در یک لحظه به سر قدرت آمدن آسان می شود. با تعبیری عموم زمینه برای انقلاب تیار می کنی. مثل سنگ های دامینا، در یک جا عملیات تشکیل می کنی و بعد همه به خاک یکسان می شود. آیا هزاران انسان به کوچه نبر آمدن؟ ای از کجای باید سر کرد؟ ای یعنی همش همین قدر؟ نه اینها کارهای موفق شده همون باز کارهای موفق نشده هم هست. برقم یکم و رقم سیوم چند بار سوی قصد تشکیل کردیم اما نشد. مقامات امنیتی با خبر شدند. مقصدی اساسیتون چیست؟ آخر همه این را برای زیاد شدن معاش ماموران نکردیم. مقصد ترس و خوف بود. در جایی که ترس و خوف باشد، همه یک نوده درخت میکابد برای داشتن. آن نوده درخت یعنی شما میباشد. وقتی که انسان ها چاره دیگر نمییابند، ما آنها را به کنج تیله میدهیم. در همه جا خون روان بود. جنایت ها، انفجار ها، ما باشیم قریب دولت را به دست می گرفتیم. اما موافق نشدید. سردار شما کیست؟ نو انگشته. لیکن حالا در محبس می باشد. سردار او کیست؟ مثل او هفت نفر است که آنها را هفتگانه می نامند. اما من دیگرش را نمی دانم. در سرشان یک شخص بود. یکان بار ندیدم. حدی می دانستگیم را به تو فهماندم. خوش آمدید. پیکاس در همین جاست؟ ها در همین جاست.
خوش آمدی یگیت. من تو را دعوت کردنی بودم. با تو گپ دارم. اول با من بگو چی گپ است؟ مکان فاروق رو با من گفتی. اما شخصانی آمده او را از من گرفتند. تو با من بازی میکنی پیکاس. آن آدمان کی بودند؟ میفهمونم. آن بیشرف را قریب بود که میپراندم. ناگهان آنها از کجای پیدا شدند. چرا اینطور نگاه میکنی؟ تو را بعضن به حال تو غمگین میشوم. بسیار چیزها را نمیدانی. مثلا؟ مثلا خودت را نمیدانی. خودت را نمیشناسی. حیاتت با صد دروغ ساخته شده است. اما وقتی دانستنت آمده است. با من بیا. پیکاس، دانستم آن که مقدمه ای سخنت به من معقول نشد. سخنهایی را میشنوی که تو را به حیرت می آورد. تیار شو. این کی میدونی؟ از کجا دانم؟ شاید اگون جنرال باشد. این بابا کلان تو است. آقای ابراهیم خکی، یکمین تشکیل دهنده تشکیلات مخصوص کمیته امنیت ترک ها. شوخی میکنی همینطور نه؟ همش را حجت میکنم، غمش را نخور. بابا کلان تو از طرف سلطان عبدالحمید در مکتب مخصوصی با نام مکتب سلطان تعلیم گرفته است. بسیار خوب، آدم زیبا بوده است. بعدن برای ساختن تشکیلات وظیفه دار کرده شد. ماز کافکاز و آذربایجان را از طرف تشکیلات اداره میکرد. چون که این را خوب میدونست که در آینده سرزمین کافکاز و آذربایجان میدان جنگ انرژی بین المللی میشود. مقصدش آن بود که ذخیره های نفت و گاز آنجا تا آخر نفع ترکیه شود. همه این واقعه ها کی رخ داده بودند؟ بعد از جنگ یکم جهان و پیش از جنگ دوم جهان، در بین دو جنگ جهانی دولتمان بسیار شکست خورد و رو به ضعیفی آورد. قواهای بین المللی باشد موافق شدند که این لایحه بابا کلانت را برباد دهند. اگر این قواها آمده سری راه ما را نمی گرفتند، شاید لایحه بکو نبوکا 50 سال پیش به فعالیت شروع می کرد. البته که اقتصادیات ترکیه در کدام موقع شدنش را تو خودت فکر کن. این باشد بابایت است. او یکی از فعالترین و جسورترین این تشکیلات به حساب می رفت. انا این باشد پدرت. این آدم در حقیقت پدری من است. علی رضا سیچکین، دویوم آدم کمیته امنیت ترکیه. پس آن میزده ای که من می دانستم کی بود؟ سالهای دراز او را پدر می گفتم. گوش کن، اگر اینها دروغ باشند. باور کنی نکنی اینها همش راست. آن میزده پدری حقیقی تو نبود. اگر خواهی از اینجا می فهمیم. نه دوام ده. من می خواهم که قصه پدری اصلیم را دانم. همش را دانستم می خواهم. همش را. پدرت هم در راهی رفته بابایت بود. به این تشکیلات داخل شد. به مقام های بالا برآمد. حتی سالهای گذشته یکی از نقشه‌کشان ترکی معاصر بود. انسانی روشن فکر بود. حادثه هایی که سالهای 60 و 12 مرد به میان آمد، پدرت دستان خارجی را دیده قرار داد که در ترکیه باید مقامات ملی و آزادی ساخته شود. مقاومت مسلحانه که در سال 74 از طرف حرکت صلح کیپر کرده شد، پدرت قرار داد که آن تشکیلات را در حال سازد و پدرت این تشکیلات را در حال ساخت. تشکیلات امنیت را مگر؟ نه، از این هم پنهان‌تر، در زیر زمین، در جایی که قواهای خارجی خبر نیابند. ارکن کاندو. ارکن کاندو شخصی که در جنگل از پای تو میگشت کی بود؟ سر کمیسر پیشینه. بسیار سر هیجان است.
یکی از پایه های وطن دوستداری گروه می باشد. با فکرم تو رو خیلی خشمگین کرده ای که تو رو کشتنی بود. چی گپ شد در بینتان؟ در میان مسئله زن است. پس با اون پلیس چی شد؟ برای به گروه خودمون جلب کردن زنش رو کشتن. خیلی بود که با یک دیگر علاقه داشتن. بعد چی بودنش رو نمیدونم. آخران بار محض من خودم او را ترکاندنی شدم. اما نشد. برای شمایون لازم نیست رو از پس من اومدن گیم. ارکن کاندو، یعنی ارکن کاندو را پدری من بنیاد گذاشته است. چقدره که با پدرت افتخار کنی کم است. با این تشکیلات ساختش قابلیت عملات های بزرگش راه پیشرفت را در ساحه‌های اقتصادی و سیاسی افزود. برای پیشرفت دولت یک قطار عملات ها را انجام داد. ارکن کاندو، ارکن کاندو اساس وطن و دولت ما است. حالا ما این تشکیلات که فکر و عقیده های پدری تو داشت زنده نگاه داشته ایم. حالا باشد نوبت توست. تو این پرچم را باید پشت و پناه باشی. رسانه های اخبار عموم ابراز می داشتند که این جنایت ها از طرف هفتگانه ارکن کاندو اجرا شدند. تو چرا ما را با اینجا دعوت میکنی؟ یگه تو باید بفهمی سخنان بابا و پدرت زیدی سخنان آنها می باشد. باطنی همش را به تو نشان می دهم. آن روزنامه هایی که به کی خدمت کردند آن را هم نشان می دهم. آن وقت می بینی. اینها دروغند، دروغند. همه اینها را برای مرا فریب دادن بگویی. همه اش را. با فکر تو برای دروغ این خبرها واهمه نیست. این را فکر کن. در درآمد بنا برای چی یک ثانیه ماند و بمب نکفید؟ برای آن که از پس تو بودیم از اولی کار. پس چرا این را بر وقت نگفتی؟ ها برای چی؟ یگید من در حیاتم همیشه گپی راست می زدم. لیکن هر گپی راست در هر جا گفته نمی شود. وقت و مکان دارد. اون وقت می فهمی. نمیدانم با کی باور کنم. شخصانی که بابا و پدرت را به چاه افتاندند شاید امروز یا فردا از پس تو می شوند. در جای یافتهشان تو را مثل حیوانهای وحشی به قتل می رسانند. دعا کنیم که آنها تو را نشناسند. یعنی ارکن کاندو را پدری من تشکیل کرده است. تو شخص مهمی هستی که این میراث وطن دوستی پدرت را صاحبی کنی. در این تشکیلات شخصانی هستند که بازگشتی تو را مثل بازگشتی مسیحا انتظارند. مرا رها کن. با کجا می روی؟ آنها تو را می یابند. تو را زنده نمی مانند. تو در این کار شریک هستی. دور شو از نظرم. این تقدیری توست. خواهی نخواهی میکنی این کار را. راهی گریز نیست نیست. یگید یک شعری مشهور است میدانی؟ در این سن و سال فاتح استانبول را فتح کرده بود. نه نمیدانم. گوش کن، گویا که برای تو نوشته شده است. روزی که از پدرت اشارت گرفتی به راه می برایی، خل باشد از قفایت می رود. با تو سلام اولو بطح حسن را آوردم. امیدی ما تو هستی، چیزی می خواهی کردنگی تو در دلی ما هستی، گلی سری سبد ما می باشی. در این سن و سال فاتح استانبول را فتح کرده بود. حاصل را جمع کرده سری نو کاشته شود. کشتی ها از کوه به بحر برآورده شود. با هزار رنج و مشقت مشکلات ها آسان شود. باز چی خیل با تو بازی و مسخره شود. در سن و سال هستی که فاتح استانبول را فتح کرده بود. تو هم از عهده این کار خواهی برآمد. داستانی تو را هم از یاد خواهیم خواند. بی خبر از این نعمتی پرقیمتی در دل و جان تو هستی، ورد زبان تو هستی، تا
تاج سر ما تو هستی، در سین و سال هستی که فاتح استانبول را فتح کرده بود. جسد گرسل و مسعود یافت شد. احتمال کلان است این کار را کردگی حالا در دنبال فاروق می باشد. اگر فاروق ذره هم عقل داشته باشد از اینجا باید گریزد. چون که هم ما هم شخصی مذکور از پایش است. تمامی برآمد و درآمد گمر و کار را تحت نظارت گرید. به مقامات امنیتی دیگر شهرها توسط اینترنت خبر دید. سردارم این کس با شما واخوردن می خواهد. از وزارت کارهای خارجی آمده است. مرحمت خوش آمدید. نجیب سردار، آقای مدیرمون و سردارمون انتظار شما می باشند. سردارتان؟ برای کدام مسئله؟ خودشون می فهمونند. سرکمیسر ممدو رو هم انتظارند. آخ خدای خداوند، سردار زیدی ترور با من چیکار داشته باشد؟ باشد؟ وقتی که رفته می فهمیم. بیاید رویم. بیاید. می رویم. رفته بابایت بود، به این تشکیلات داخل شد، به مقام های بالا برآمد. حتی سالهای گذشته یکی از نقشکشان ترکی معاصر بود، انسانی روشن فکر بود. پدرت هم مثل بابایت بود. اگر رفتنی باشی تا به کجا میرم؟ تو را میابم، تو را زنده نمیمانم. از دیدارت شادم یگیت. از این راه می گذاشتم، گفتم که یک در آمده بینم. چی شد؟ پریشان حال می نمایی؟ نه. اکنون در چهره تبسم رو نمی بینم. با من گپ نمی زنی؟ نه، یگان گپی نشده است، بخیر است. التماس با من بگوی، چی در دیداری فهمون، همرو چورش رو می بینیم. تشکر، ببخش رفتنم در کار. تا باز دید. یگیت یک لحظه صبر کن. یگیت ایست، با تو چی شد؟ فهمون، معلوم است که با تو حدیثه روی داده است. هیچ گم نه، بعضی کارها شد. گوش کن، اگر این حادثه با تو دخل داشته باشد من خاموش نمی ایستم. دلم تنگ و عصبم خراب است، چیکار کردنم را نمی دانم. بیا با یگونجوی رویم. با کجا؟ کلید ماشینت را با من ده. رفتیم، رفتیم. سلام آقای دوستان. سلام. شما در اینجا چیکار میکنید؟ من را سرداستان به اینجا روانه کرد. شما را سردار شعبه دعوت کردگیست و فکرم مسئله مهمی است. مرحمت، به درون دروید. آقای مدیر مرا دعوت کرده اید. آقای سردار. بله رفیقان، یک مسئله بسیار هم مهم است. مرحمت، ما شما را گوش میکنیم. نجیب سردار، وظیفه تو را از دستت میگیریم. تو را گوش میکنم یگیت. چه
چی خیل فهمانم از چی سر کردنم را نمیدانم. میدونم که بعد از کار پیش کردنت مشکلات بسیار داری، کاری پلیسیت رو یاد کرده ای، شاید صبر و طاقت تنهایی رو نداشته باشی. چرا با کسی دلت رو خالی نمی کنی؟ گویم هم کسی پروا ندارد. خاموش استم، دلم می کفد، در میان دو دریا ماندم. تو رو خوب می شناسم، برای مهر و محبت وطن دلت مثل آتش می سوزد. همیشه در دو استرابت برای وطن است، اما دست و پایت بسته. مگر همین خیلی نیست یکیت؟ نه، من برای آردن و میدال احتیاجی ندارم، تا جان در رمق دارم برای وطن خدمت میکنم. اما چی خیل؟ مان اینها را باز یکون کاری خطا نکنی. من کودک نیستم، چی کار کردنم را میدانم. چی کاری که میخوای کردن گیر، همیشه در برات هستم. فقط من رو از برات دور نکن. میدونم که با اکای نجیبا من تو مناسبتت خوب نیست، تنها من موندم. اگر من رو هم پسی پشت کنی؟ اگر پسی پشت کنم چی میشود؟ تنها میمانم. اگر گویا که تو همیشه در برم بودی، تو یا آنکه کسی دیگر چه فرقی دارد؟ باز سر کردی. من حالا به تو چی گفتم؟ تنها خوبی تو رو میخواهم. بسرم هر چیزی که آمده باشد، از دستی خیرخواهانم آمده است. من از بیگانگان هرگز ننالم. با این رفتار در نظرت کسی نمیماند، از همه دور میشوی. تو هم رو، یکون کس تو رو مجبور کرد. مگر آیا نمیبینی هر کاری را که سر کنم ناتمام؟ خواستی خودت همین بود، چون که با کسی سر و کار داشتن نخواستی، قبول نکردی. ملیکه گوش کن، دیگر شنیدن نمیخواهم. در گرد و اطرافت اونقدر یار و دوستان بسیار داری، لیکن همه اشون رو پسی پشت کردی. بس کن ملیکه، بس کن. مایلش التماس مرو از اینجا ببر. با جان و دل، مرحمت بفرمایید. شاید که با خبر هستید، با قرار سردار دادستان از امروز اعتباراً دعوای گروه ارکن کاندو را مقامات ضد تروریستی بررسی میکند. یعنی اکنون گروه مقامات ضد تروریستی این دعوا را بررسی میکنند. تا امروز تو این وظیفه را با موفقیت به سامان رساندی. نو انگشتر را دستگیر کرده محبس کردی. برای همین این عملیات را از امروز اعتباراً تو به عهده میگیری. مجادله با تروریستان، مقامات یاررسان و زکی یحیی همتون یک جایا شده، این کار را پیش برید. اکنون شما تنها با دعوای ارکن کاندو سر و کار میگیرید و شخصی اساسی امنیت تو میشوی. ما یک جا با دادستان ها همین خل قرار دادیم. آقای زکی یحیی باشد کارهای دادستانی را میکند. باید این مسئله حتما به شما یاری میرسانند. سردارم، بسیار هم قرار خوب است. آقای نجیب بهترین شخص در این وظیفه بوده، افتخار ماست. نمی ارزد. مطمئن باشید آقای سردار، من همراه رفیقانم از دستمون می آمدگی وظیفه را در درجه عالی به جا می آوریم. مطمئنم که شما هرگز ما را شرمنده نمی کنید. این وظیفه بسیار هم خطرناک می باشد. خداوند مددگار شما باشد. تبریک می کنم. ندارم. مبارک شما. ندارم سردار. میدانم که دائم یک خطا را تکرار میکنم. شایمانی دیگر سودی ندارد، اما لحظه های عجایبی عمر پسی سر میشوند. اگر دلت را آزرده باشم، باوری دارم که از یاده همه این مشکلات های زندگی میبرایی. التماس گوش کن به من. چیزی که میدونیست با ما فهمون. حالا با او چی کار کنیم؟ معلومات های لازمه رو آموختیم. اینها رو هم در امنیت فهموند بسیار خوب میشود. اینگونه شخصان حیات رو دوست میدارند. برای نموردن چیزی که در کار شود میکنند. ما باشیم یک ضربه دیگر با آنها میزنیم. یعنی با دستی پولیس دیهیم؟ بله، کسی که با دعوا سر و کار دارد با او میدهیم. بعد از این ساعت او شخصی مخفی شدن را قبول میکند. چاره دیگر ندارد.
چی خیلی که باشد در دست من قیدهای سخنهایش وجود دارد. مثل گفتهاتون، یگیت همه ی حقیقت را آموخت، پدر و بابایش را فهمید. که میدوند شاید از عقل بیگانه شده است، قبول میکند، دیگر را ندارد. لازم شود حجت ها را با او نشان ده، با چشم خودش بیند. غمش را نخورید، در فکر این مسئله هست، البته بازگشته میواید. با آتینه گپ زده است، احوالش خوب نبود، جنجال کردند. خانم ها، بسیار خطرناکند، حسیاتشان را به دست گرفته نمیتوانند. با فکر تو در این کار یک زن را داخل کنیم چه خیر میشود؟ امرالی هم با این اصول آیا براه ندر آمده بود؟ یک بیاد دارید؟ فراموش نکن، یکیت اونقدر انسان بشور نیست. از یک طرف مثل روبان نیرنگ باز، از طرف دیگر مثل شیر جسور است. اگر طرف دیگر یکیت را شناسند، نقشه های ما برباد می رود. غمش را نخورید، لایحه 2011 هم قدم به قدم به هدف رسیده استاده است. بخشش آلی جناب، یکیت زنگ میزند. چیست داده؟ جواب ده. الو، مایلش در اینجا میشوم. فکر میکنم این شب به شما خبری خوش میدیم، اجازه دهید برایم. سخنهایم را هرگز فراموش نکن، زودتر رو، او را منتظر خود نکن. با اشتیای توم سیر کردی؟ سیر کردم. خیز از جاید، می رویم. با کجا؟ با شما عهد بسته بودیم. ما با تو یکان عهدی نبستیم. مرا فریب کردید. مرا فریب کردید ها؟ یعنی خیز از جاید مرا سر دهید. سر دهید مرو. اشترا دهانت را پوش راه گرد. سر دهید. سر دهید مرو. پوش باش راه گرد. سر دهید مرو. شنین این پاکت را با نشانی در بالای آن نوشته شده برده می رسانی. احتیاط باش کسی تو را نبیند. مایلش در دارم. حجت ها را در کامپیوتر پرتفتی؟ بله پرتفتم. خوب کردیم که این آدم را با پلیس سپاریدیم، اما باور ندارم. این حمله کردن موسری آنها را به درد می آورد. شخصی را که در هوا می جستند از زمین می یابند. عاقبتش را خودی آنها فکر کنند. با فکرم یکان جای استراب نیست. تو را خوب می فهمم. از همه چیز شبهه داری. تا امروز دروغ هایی که به تو گفته بودند دلت را غمگین کرده است. من همیشه فکر میکردم که پدرم میزده ای بود، دروغ بوده است. اکنون میفهمم که پدرم دانستن اینها برایت ضرور بود. تاریخ گذشته خود را ندانی، آیندهت را ساخته نمیتوانی. آیا میدانی که تاریخ این مملکت مثل تاریخ گذشته ای تو است، تاریک و سیاه و نامعلوم؟ خوب، پس حالا چی ضرور است دانستن این تاریخ؟ برای آنکه نهایت دشمنان ما از قعر زمین برآمدند. این آدم ها کیستند؟ قاتلان پدرت، خائنان وطن. خیر، پس تو از من چی میخواهی؟ کاش که من از تو یکان چیز میخواستم، حل کار آسان میشد. یگیت، این وطن از تو همه چیز رو میخواهد. خون بابا و پدرت در زمین ریخت، خون شهیدان شمال در زمین ریخت. کسی جوابش رو پرسد. حالا برای چی خون ریزد؟ آیا ما قسم نخورده بودیم که همه آنها رو یافته به محکمه میکشیم؟ حالا این شخصان خون ریزی را نو سر کردند. چه خیل سر کردند؟ این تاریخ را اصلا از خاطرت نبرار. 2011 هم چی گفت می شود؟ جنگی که در کوه بود به شهر می رسد. تروریستان باشند در بینمان مثل آدم های خودمان آزادانه می گردند. دیرو شخصانی که کشلاق و پاسبانان را به مزارهای خونین مبدل کردند، این مراتبه باشد کوچه و خیابانهای شهر را با خون آلوده میکنند. همه را به خاک یکسان کرده مثل ماهی دستگیر میکنند همه ای وطن دوستداران را. خلاصه قیامت در نزد دروازه امان است. یگید قیامت را کی میکند؟ دیگر طرف
شخصانی که فاروق را دستگیر کردند پیش راهی آنها را ما نگیریم پس کسی گرفته نمیتواند برای این ما به تو احتیاج داریم پدرت را فکر کن بابایت را فکر کن این وطن را عجبا درباره چی سخن میکرده باشد همه ای گفته هایم راست است. تستر یکان سخن بگو. چیست داده ای؟ بسیار در هیجانی. البته در هیجانم. اگر یگیت این وظیفه رو قبول کند من از وظیفه هم آزاد می شوم. کاش که قبول کند که زودتر کاری نو رو سر کنم. حالا ایست. شاید قبول نکند. این یگیت باز هم درگیر اطراف یگیت عشقی قلبکی رو دوام میدی. دیگر نمیتوانم به خدا بیزار شدم اگر خواهی یک چند روز دور شو خوب فکر کن اما فراموش نکن که وقت همون کم است دیگر این که آن طرف این زمان یا زمان دیگر به حرکت میدراید درباره آنها همه چیز را دانستن میخواهم کی هستند چی کارند در بالا تکیگاهشان کیست یعنی که قبول میکنی این در خون آیله شما است وطن دوستداری جان من شد. این کار حل شد نهایت به آخرش رسیدیم چی شد؟ چرا خرسند نیستی؟ با یگید یکان ذره باور ندارم حس میکنم که به سرمون بلا میارد چون که کی بودن پدر و بابایش رو فهمید این ما رو بسیار نگران میکند من دردی تو رو خیلی خوب میدونم که چیست اکنون چیکار میکنیم؟ مرا خوب گوش کن من به جسارت تو قائلم اما باید تو را از سنجش گذرانیم تو را از نو احیا میسازیم من باید چیکار کنم؟ با تو مخصوص درس جاسوسی را آموزاندن لازم سلاح های هرکله را خلاص شدن از زیر شکنجه درو گفتن خلاصه همه چیز را همه این را دوستانت نباید دانند بیدان دوستانت این را نباید دانند از درس های پسیکولوژی سیاسی و حربی باید موفق شوی بسیار خوب این شغل دوست داشتم باز چی؟ یک مسئله مهمی دیگر است ناشناس شدنمون در کار باید مثل یک شخصی عادی شوی بفهمم. اگر شبهه داشته باشی نمی شود فراموش نکن از پست پاییده می گردند فهمیدم می شود با دیگر جا می کچم اگر در یگان کوه خانه گیرید چقدره که در بین مردم باشی از آدمان پنهان شدنت آسان می شود روزانه مثل شخصی که به کار و بارش سرگردان است آخر من کار نمی کنم بعد از تعلیم می شود در یک شرکت مدیر می شوی شب ها باشد مثل پدری که در حضور زن و فرزندانش می باشد زن و فرزندان؟ نه 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 گوش کن این خیر نمی شود من این را قبول نمی کنم نه هرگز قبول نمی کنم می شود نه هرگز نمی شود همه همون همین خیر کردیم زنی من سالهای دراز گمان می کرد که من در بنگ فتی شده کار می کنم تو باید خانه‌دار شوی نباشد این کار نمی شود یگان شناس داری جوانی خوشروی هستی البته که یگان دوست داشته داری یا اینکه یگان دختری با تو دلباخته است؟ خیر میبینیم من به تو خبر میدهم تمام این کار حل شد اکنون کاری من با یگی تمام شد اول به تعطیل میبرایم شاید که یک دو ماه در امریکا استم رسوی گذشته رو یاد کردم هنوز نمیدونیم که در برای چی گفتند چیگا پیزده باشن برای من فرقش نیست من امشب لباسویم رو تیار میکنم دیگر روی رانو نجیب هنر ممدو رو دیدن نمیخواهم من رو عاشق دیوانه گمان کرده پا جانم رسانده بودن ولی موفق شدی
یگید باشد فریفته ای تو شد. این حتما دقتی بالا بودگی ها رو جلب میکند. مایلش من به خونه میروم. البته یگان دل باخته داری یا اینکه یگان کس به تو دل باخته است، شرط نیست که او را دوست داری، فقط با او خانه دار شو، موفقیت کارت می شود برای باوری خودت. برای عملی شدن کارها مجبورم با او ازدواج کنم. نجیب زنگ رو نمیشنوی؟ تینگ تینگ زنگ میزند. میشنوم اما شنیدن نمیخوام. از فکر بسیار تا سهر خوابم نبرده است. الو، شما نجیب یلماز؟ فکرم در خوابت نجیب یلماز رو دیدی. از من گفتم سه بار به طرف چپت توف کن. تو کیستی؟ با شما یک خلطه روان میکنم، برای همین زنگ زدم. چه خیلی خلطه؟ نفهمیدم. با خانه بیارد نمیشود؟ نه نمیشود، در این خلطه بوده برادری خونیت هست. چی؟ این خلطه در نزد فابریکه رمی انتظاری توست. الو، الو، کشت برادری خونین. عجبا کی بود این آدم؟ گریه نکن نسی جان، گریه نکن بسرم. بیا خوراک میخوریم، بیا بیا من تو را خورانم. کنی دهانت را کشو، انا 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 ماما کو دهانت رو کشا. بخور کو بخور. اوی خدایا چرا تو نمیخوری همسر جان؟ چی شد با تو؟ چرا گریه میکنی؟ رفتیم رفتیم میخوابیم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر اپا جان، نون رو بیار. گیر دخترم، پیاله پدرت رو پر کن. بیا با تو چای میریزم نجیب. نه باید فورا روم. یک خلطه آمده است، خبر دادم. صبح خیر دادا جون. صبح خیر بسرم. صبح خیر نورگون سلطان. بعد از این دادم سر کورتر می شود. دادا این کاری حضیراتون خوبتر است؟ معاشت را زیاد می کنند. خانم، خدمت وطن با پول مقایسه کرده نمی شود. نمی دانسته گی برین در نزدی کودکان گب نزن. بخیر باشد. بخیر باشد. خداوند به شما زکاوت خوب نصیب کند.
دادا باش مون رو نده و موشین همه دیاند البته بسرم درلا بی سوهیل هم خانه می دیاند خدایا توبه دادا او رو از مکتب گیره مو با یکون بخچه دیم او با این کلاش سین فیشه شده نمی تواند بهترین نوربانو نجیب برو ریکار شد بسر جان شد شد آخرین لقمه را خور کنی کنی شد 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 آر آفرین ای خدا کنی این آبرانش کنی فودا جان آبرانش آرام شو آرام شو شیر بچه ایمان آرام شو فودا جان گوش کن گوش کن بسر جان گوش کن آرام شو تو را فقط اپای ملیکه اد میفهمد بیا میرویم بیا میرویم شیر بچه ایمان آرام شو آرام شو بسر جان حاضر 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 بچه جان حاضر خدایا فوته جان الو الو ممدو با تو کار دارم در فابریکه نزد رمی و میخوریم ایتوات سر دارم اما چیز رانو التیموس کرد او رو با جای کارش مونده میویم مالش انتظار میشم در اونجا ممدو با فکرم آمده شده ای بگوه مرو از کار گرفتند رو فراموش نکن فهمو یکان خواهش دیگر داری؟ ها در خوشکشوی لباس هایم هست اگر زحمت نشود همان ها را گیر لا الله ماشینت رو با تعمیر دادی و درد سری ماشینی نمی فهمم بگوه میبینیم خیلی این نامه رو گرفته خون این چیست؟ تینجی رانو؟ این رو به من داد گفت که خون در درونش چی باشد؟ ایست در حال نکوشا خود رو پسری کیم کدام شخصی با معرفت گفته اصلش رو بینی پسری کیم کدام هبش می باشد در آینده نزدیک جنگ سر می شود سال 2011 همه جا زیر خون می ماند این چی؟ مثل حجت های کودکان برین گپوی بیمانی دیوانه تپتایور اونقدر جیدی شماریدن چی لازم؟ من خیال کردم که بس یکون چیزی مهم است یک مکتوبی به امضا بوده از قهرمانی تشکیلات بینام و نشان این چی به عقلی بیکار موندند؟ با من در میکنم تو بسید تو بسید کجا شدیم امدو؟ من از پیش یک دیده برایم آرام شو، آرام شو پسر جان آرام شو، انا رسیدیم با من نگاه کن، ببین این رو ببین چه زیباست کجاست اپای زیبای ملکه پسر جان؟ در کجا باشد؟ انا؟ حاضر یک دقیقه سر انا اپایت؟ مایلش ملکه خانم فتیح رو به من دیهید معلوم که هوا تا حال ابرناک است
Hey, yagon kasas. Hey, yagon kasas. Hey, yagon kasas meguyam. Darmadan mümkün? Göç kon, gabzadan mundar kon. Masalayı muhim az, Malika. Mefame. Diğer hocat basuhan guftan neyist. Ama maro göç kon, Malika. İn muhim az, bisor ha muhim az. Vakt ne doram. Nakhod baray man 5 dakika vakt jo karda natavani, ha 5 dakika. Ne mi khoham? چونکه مثل همیشه عذر میخوایی ما اینه سرم گیت شد بس هیلوی نای رنگ میکنی ما رو به حالم گذار دیگر پروه تو ندارم فهمیدی گوش کن کودک ها رو به نظارت نگذارید مایلش خانم چه خیلی که میبینی بند هستم بعد گپ میزنیم نه حاضر گپ میزنیم این بسیار مهم است ملیکا در آنجا کیست؟ دستت رو بالا کرده بیرون برا اوه خونخور کیت رو به این حال آورد؟ برادر خونی التماس مرا نجات چی شد؟ چی شد با تو؟ چی درد داری؟ میمیرم فاروق از رکای تو خونی زهر میریزد التماس یاری دی این ویتامین است کمی پس با خود می آییم فاروق کجا شد این ممدو دو دقیقه به بیرون برا در نزد کودکان خوب نیست بیا رفتیم گویو که از اون کس شر میکرده باشی کودک یا که پیران سولون برای تو فرقش نیست کن مایلش برای کاری دیروزه عذر میپرسم گوش کن سخنی که به تو میگویم برای هر دامان حیاتن خیلی مهم است گذشته را فراموش باید کرد اثری نو آغاز میکنه میفهمی؟ اثری نو ما گفتنی یکون چیز نیستید این رو خوب به خاطرت گیر گوش کن برو کودکون رو میترسونی التماس از اینجا رو فاروق هی بهترش با یاری تعجیلی مراجعت کنم گفته نمی شود از مقامات امنیت نچی بیلماز فوراً یک ماشین یاری تجلی به نزد آشخانه فابریکه را می بودر در حیاتت فقط خوبی رو اختیار کرده ای نجیب اما همش تا اینجا بوده است متاسفانه معلوم که تو از خون خوریت باز نمی ایستی انسان در 7 سالگیش چیزی باشد در 70 سالگیش امان است چی کار کرده می توانی؟ تیغ زدم نمردی پراندم نمردی نهایت بمب گذاشتم باز نمردی دو پا رو در یک موزه انداخته ای که از دست فاروق میمیرم عجال با خودش وقت و ساعت دارد فاروق با گفته ای منو تو این کار حال نمیشد اگر خواهی در دست بمب اتمی را کفان وقتی که خداوند نخواست نمیمیری مادامی که این خیل میگویی
پس حالا ببین که تو را چی خیر میکشم. الو سردارم، عذر بسیار، 5 دقیقه پس میرسم. متاسفانه دیر کردی. سردارت از میدان بیرون میبراید، مدتی در بینتان نمیشود، حتی دیگر اون نیست میشود. فاروق، الو الو، سردارم خوب است؟ نه، همش از پشت من شد، دیر موندم. با حسیات دیگران به تو بازی کردن معقول است؟ مرا تنها گذار، از حد نگذارون، فهمیدی؟ گوش کن، تو را رنجاندن نمیخواهم. یگانه خواهشم این که مرا 5 دقیقه گوش کن، 5 دقیقه. نه، دیگر تو را گوش نمیکنم. خیر، مایلش، من تو رو خیلی خوب میفهمم، بسیار پریشان حال مینمایی. دیگر برای من در حیات تو جای نیست. با من خانه‌دار میشوی؟ دائم از من چیزی رو پنهان میکنی، یگون دردت رو به من نمیگویی. تو حاضر چی گفتی؟ میخواهم که همسری من باشی. با من خانه‌دار می‌شوی؟